و ما یک یادآوری هم بکنیم از شهیدان شهر اشرف، چون در روز ده شهریور سالگرد شهادت 52 مجاهد اشرفی است که در سال 92 توسط تروریست های خامنه ای به شهادت رسیدند. یکی از هموطنان آزادی خواه و پرشور با یاد این شهیدان و در گرامی داشته اونها پوسترهایی رو در نقاط مختلف شهر نصب کرده. با تقدیر از این هموطن گرامی، توجه شما رو به فعالیت ارزشمندش جلب میکنه. این روزها که به روزهای آغاز سال تحصیلی جدید نزدیک میشیم، خب طبعا کودکان ایرانی باید خودشون رو آماده کنن که به مدرسه برن. اما خب مشاهده میشه بسیاری از کودکانی که در کیف مدرسهشون به جای کتاب و دفتر و قلم وسایل واکس میذارن. هموطنی با دیدن یکی از این کودکان عکسای اون رو منتشر کرده و در زیر اون نوشته فقط و فقط 8 سال داشت. کیف مدرسه را پر از لوازم واکس کفش کرده بود و در بانک تقاضای کفش های مردم را میکرد. از جمله خبرهای جوشش و اعتراض، خبری هست از عراق که طبق یک گزارش روز جمعه 8 شهریور شهر عراق جوش به شدت امنیتی شده. هموطنی نوشته کارگران هپکو چند روزی هست که اعتراضشون شروع شده، سایر کارخونه هم در عراق وضعیت مشابهی دارند. آذرآب، ماشینسازی و بقیه هم وضعشون خیلی خرابه. آونگان رو هم که قرارگاه خاتم سپاه خریده، کارگاه های خصوصی بیش از 90% تعطیل هستند. صدها واحد کوچک و بزرگ هم تعطیل شدند و وضعیت شهر الان حالت اعتراضی گرفته. زندانیان زندان سراوان در روزهای گذشته با قطعی آب مواجه شدند. علاوه بر این، ناسالم بودن غذا هم موجب بیماری زندانیان شده. از روز 6 شهریور ماه آب زندان سراوان مستمرن قطع میشه و زندانیان جهت استفاده های ضروری با مشکل کمبود آب روبرو هستند. قطعی آب موجب ایجاد فضای غیر بهداشتی در محیط بسته زندان شده. ضمناً کم کردن سهمیه غذای زندانیان هم به شدت بیماری زندانیان اضافه کرده.